یا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب خدمت بینندگان عزیز با یکی دیگه از برنامه های امامت از دیدگاه عقل با گرایش حسر عقلی و انتخاب از دو گزینه زدین یا نقیزین در خدمت شما بینندگان عزیز هستم نکته ای که مورد توجه عزیزان باید در این مبحث قرار بگیره اینه که ما مبنامون در معیارهای امامت در مکتب تشیع مبنای معرفی خود اهل یعنی اون معیارهایی است که از طرف پروردگار به عنوان معیار امامت معین شده و شیعه اینا رو پذیرفته به عنوان معیار امامت ما یه مجموعه ای از احادیث داریم به شکل سریح که شرایطی برای امام بیان کردن امام باید اعقل و ناس باشه ادهن ناس باشه اجمل و ناس باشه و علم ان مولانا صاحب الزمان اجمل و ناس و احسن هم صورتن اتقن ناس باشه امینترین باشه احکم و ناس باشه اعقل و ناس باشه امام باید مستجاب و دعوه باشه امام باید صادق باشه اصدق و ناس باشه اینا یه سری روایتی است که به سراحت معیارهای امامت درش بیان شده بعضی ها به عنوان معیارهای پایی و اساسی این مبانی رو بیان کردن مثل ولایت کلیه قدسیه تامه الهیه امام باید ولایت مدار باشه باید ولی باشه باید ولایت تکوینی داشته باشه امام کسی است که ولایت بر آسمان ها و زمین ها عرش کرسی سماوات حیوان جن انس آب چشمه قطره باران باد کوه دشت و همه نظام تکوین داشته باشه همه عالم از او فرمانبری داشته باشه امام باید اعلم و ناس باشه همه علوم رو بدونه و یک دونه سوال رو نمیدونم در پاسخش نداشته باشه در معیارهایی که ما تو مبحث سریح روایات داریم دسته هایی به عنوان پایه های اصلی بیان شده این پایه های اصلی همین که تقریبا اشاره میکنیم ولایت کلیه علم کلی قدرت کلی امام باید در حدی باشه که خودشون فرمودن ان الله تبارک و تعالی اقدرنا علا ما نورید خدا به ما قدرت داده هر کار اراده کنیم انجام بده ولو شئنا ان نسوق الارض به عظمت ها لسغناها اگر بخواهیم زمین رو با آنچه درو هست از مدارش خارج کنیم به مدار یک شمس دیگه خورشید دیگه ببریم میکنیم و میتونیم و ماه و خورشید در فرمان ما هستن زمین در اختیار ما زلزله در اختیار ماست طوفان در اختیار ماست باران در اختیار ماست همون عنوان هایی که شما در زیارت جامعه خیلی راحت اینا رو سریح میبینید بکن فتح الله و بکن یختم الله و بکن یونزر الغیث و بکم یوم سکو سما انتقه علال الا به ازنه و بکم یوم فصل هم و یک شف و زر به شما سفره عالم پهن شده به شما این سفره جمع میشه به شما آسمان ها افراشته و استوار و پا بر جا قرار دارن به شما زمین در مدار خودش ثابته به شما کرات و کهکشان ها در گردشن به شما باران می بارد به شما نبت عشب الارض گیاه به فرمان شما و به خاطر شما و به امر شما و به اراده شما و به مشیت شما می روید خدا این مقام را برای شما قرار داده همه چی به اختیار شماست شما به اختیار خدایید همه چی در ولایت شماست شما در ولایت خداوند و به همین دلیل میگوییم خدا اولاست. اینها ولی خدا اولاست. اولای به همه خلق است. اینجوری نیست که اگر گفتیم امیر المؤمنین علی علیه السلام ولایت کلیه قدسی و تامه الهیه داره و خدا دیگه ولایت نداره. غلطه. اینا در ولایت مرتبه طولی دارن. اینها ولایت کلیه تامه دارن. خدا اولاست. اینها قدرت بر کل شی دارن قادر علی کل شیئا خدا اقدر است اینا عالم به کل شیء خدا اعلم است پس این شبهات باطلی که بعضی از وهابیون هم هی مطرح میکنن اینا رو کنار بزنیم ما در معیارهای امامت اصولی و استوار جلو می همه جا تحت فرمان خدا و اراده خدا و تعیین خدا و تمامی این معیارهای امامت در نزد شیعه توسط پروردگار عالم وح شده نازل شده و محال است که خلیفه خدا به خدا نخوره این قاعده عقله که قاعده در خلیفت اللهی ای که جانشین باشه شما جانشین یک جراح مغز رو تو اتاق عمل اگه حالش به هم بخوره این جراح مغز اگر مانعی براش پیش بیاد نتونه وارد اتاق عمل بشه پزشک در مریض در حال مرگه به جا جراح مغز یه مهندس راه ساختمان نمیفرستن یه مهندس الکترونیک هم نمیفرستن یه آدم سبزی فروش هم نمیفرستن به جای جراح مغز جانشین جراح مغزه به جای کسی که میخواهد جراح قلب بکنه جراح قلب میشه به جای خدا کی باید بنشینه یه آدم بی سواد یه سبزی فروش یک جاهل یه شطرچران یه کسی که سواد خواندن و نوشتن نداشت خلیفه خدا باشد میگوید اینا خلیفه خدا نیستن خلیفه رسول خدا که هستن دیگه حد اقل مقامی رو که براشون قائلید خلیفه رسول خدا که قائلید خلیفه رسول خدا باید به رسول خدا بخوره او که عالم به جمعی علوم آسمان ها و زمین ها در یه شب معراجه او که همه ملک و ملکوت در مشهد و حضور عینی اوست آیا می شود یه نادان جاهل یا آدم بی سواد محض به جای او بنشیند و اشاره ای که در اللهم عرفنی نفسک فانك ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک اللهم عرفنی رسولک فانك ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک شده به همین اشاره شده ما از بالا به پایین باید بیایم خدای خودتو به من بشناسون اگه تو رو نشناسم رسولتو نبشناسم چون رسول تو باید به تو بخوره از پیش تو آمده فرستاده توست پس باید با تو تناسب داشته باشه به تو بخوره محال است که رسول خدا به خدایی خدا وصله ناجور در عظمت خدا وصله ناجور باشه در برابر علم خدا وصله ناجور باشه در برابر کبریایی از... خدا هیمنه خدا ولایت خدا سلطنت خدا عظمت خدا یه وصله ناجور خدا اگه میخواد خلیفه برسه آخه شما یه عالمین یک عالم اهل سنتی یه نفر میخوان به جای خود تو توی مملکت دیگه بفرستین یه بیسواد میفرستین به جای خودتون یکی رو میفرستین که هیچی بلد نیست شما یه پزشک اهل سنتی اگه میخواد یه نفر رو به جای خود رو جانشین بکنین یا آدم بی سواد رو جانشین خودتون میکنین که از خدا انتظار دارین پیغمبرش امی باشه امی رو به معنای بی سواد معنا می‌کنی. قاعده خلافت اللهی قاعده خلافت اللهی اینه که تناسب داشته باشه بنابراین معیارها در روایات اهل در دعاها در زیارات بیان شده و ما هر یک از اینا رو یه معیار قرار میدیم آیا امام ولایت بر آسمان ها و زمین ها داشته باشه بهتره یا نداشته باشه آیا امام مستجاب و دعوه باشه بهتره یا هرچی دعا کنه دعاش مستجاب نشه آیا امام کسی باشه که خدا حرفش میشنوه بهتره یا کسی که اصلا خدا اعتنایی بهش نمیکنه؟ آیا امام کسی باشه که جن و انس ملائکه حیوانات سماوات پرندگان از او فرمان میبرن بهتره یا کسی که هیچ اعتنایی بهش عرض و سما نداره آیا امام کسی باشه که موت و حیات در اختیار او باشه بهتره یا کسی است که مرگ و زندگی در اختیار او نیست آیا امام کسی باشد که میتواند مرد زنده کند بهتره یا کسی که توانایی اینو نداره چرا اهل سنت چسبیدن همه چی رو برای خدا قائل باشین اشکالشون سر همینه چون ندارن کسی که ای کارهای خدایی ازش بر بیاد اصرار وهابیون بر اینکه این مقامات رو مختص خدا بدونن در حالی که قطعا اختصاصی نیست اینا افعال در عالم جاریه از خدا و از غیر خدا ممکن خدا خودش خلق را که بالاترین مقامه در قرآن به حضرت عیسی نسبت میده از تخلق و منتین که هیئت التین حالا اصرار و که خالق جز خدا نیست سریعه که ندارن کسی زنده کنه خلق کنه مثل حضرت عیسی ندارن خلیفه ای که مثل عیسی ابن مریم باشه ندارن اصرار این که مرد زنده کردن فقط کار خداست برای اینه که یه امامی که بتونه مرد زنده کنه ندارن یکی مثل عیسی ندارن نه عمر ازش بر آمده نه ابوبکر نه عثمان نه معاویه نه خلفای بنی امیه نه بنی العباس نه اینایی که اینا انتخاب کردن ولی من وقتی علی ابن موسی رضا مرده رو زنده میکنه کدومی که انتخاب کنم امام من علی ابن ابی طالب امام باقر تو منا به زنی برخورد کردن که گریه میکرد کناب گاو مرده ای ایستاده با بچه ها یتیمش گریه میکرد که تمام درآمد ما از این گاو بود شیر این گاو بود الان هم مرده حضرت با اشاره کردن به گاو قم به اذن الله از جا بلند شد چون ره ندارن ره افسانه زدن و ما سوالمون اینه کدوم یکی بهتره و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

جهان تو مقتدای منی نه از قدیر از ازل تو آشنای منی به قاب دلحک شد جمال روی ماه تو به جان ناقابل فدای راه تو دهم همه هستی به شوق یک نگاه تو ساقی کن سر علی ساقی کن سر علی